برای تصویب قطعنامه و ایجاد مکانیزم تحقیق گروه‌های حقوق برای این مکانیزم در واقع گروه‌های حقوق بشری ماهاست پشت صحنه تلاش می‌کنند. رویا برومند مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند یکی از این افرادی که او هم پدرش قربانی جمهوری اسلامی بوده. از رویا برومند پرسیدم آیا سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشری که در ژنو سخنرانی کردن همه سازمان‌های ایرانی هستند؟ یک سری سازمان‌های بین‌المللی هستند که روی ایران هم کار می‌کنن، حالا چه سازمان‌هایی بشن که رو مدافعان حقوق بشر، دفاع از مدافعان حقوق بشر کار می‌کنن یا آزادی بیان یا روی وکلا کار می‌کنن، و بعد یه سری سازمان هستند که به نظر میاد سازمان‌های وابسته به حکومت ایران هستند به عنوان سازمان‌های غیر انتفاعی یا غیر دولتی میان که به سازمان ملل میان اصولاً، ولی اینها بیشترشون با ویدیو صحبت میکنن، یعنی خودشون شخصاً نمیان. و بعد یک سری هم سازمان هستن که خاص روی ایران کار میکنن که حالا بعضیاشون از آمریکا هن، بعضیاشون در اروپا هستن. این جمع این 19 تاست که هر کدوم هم 90 ثانیه وقت دارن که صحبت کنن.